حسین آقا کی حاضر میشه؟ یه ساعت دیگه حاضر. ممنون دخترم، یه لحظه اجازه میدی؟ کدومو میخوای؟ این سمت راستیه. این؟ بله. خیلی خوب. حسین آقا دست درد نکنه. ممنون. زنده باشی. مگه قرار نبود با دوستات باشی؟ چرا برگشتی دخترم؟ چی شد؟ کوزه کار داشت، یکی دو ساعت بعد میرفت مغازه. که اینطور؟ شما قراره چه ساعتی برین؟ عصری قرارمونو جلو انداختیم، امشب مغازه رو زود تعطیل میکنم. اگه مشتری قراره بیاد من میمونم تو مغازه. باشه بمون. آره داریم، چون باید منتظرشم کار کوزه هم تموم شه. شما قراره کجا برین؟ نمیدونم، هنوز معلوم نیست. جمرم قراره باهاتون بیاد؟ احتمالاً با همون میاد، چون همه جا سر و کلش پیدا میشه. خب بذار یه ذره تافت برات بزنم، میترسم دو ساعت دیگه خراب ممنون. بشه. دخترم اون تافت رو برام بیار عزیزم. مرسی. بیا عزیزم. دست درد نکنه، خیلی قشنگ شده. مبارکت باشه خانوم، بهت خوش بگذره. چه خوش گذشتنی، ما که همش باید بریم اونجا علاف بشیم دیگه. آره مجبوری دیگه. جمره چی شده دخترم؟ چرا یه گوشه کس کردی آخه؟ خب چی کار کنم مامان؟ من هم سن تو بودم آروم و قرار نداشتم. برو یکم بیرون هوا بخور. هوا به این خوبی؟ تنهایی برم یعنی؟ چی میشه مگه؟ ای بابا مگه همه با جفتشون میرن؟ اول صبحی مگه خبریه بیرون؟ روز خوش، خدا نگهدار. به سلامت آرزو جان، مبارکت باشه عزیزم. منو ببین، با کوزه اینا صبحونه خوردین امروز؟ از عکسای روزنامه چی گفتن؟ هیچی، قبل از اینکه من برم دیده بودن. اوه، این خبر به این راحتی ها فراموش نمیشه. فاجعه قرنه. باید با گونه رو در رو بشیم. دو سه تا تیکه اساسی بندازم بهش. وای، من که بیخیالش نمیشم. جمره دخترم، چرا این برج زهرمار نشستی آخه؟ دیگه دارم ازت دلخور میشم. آخ مامان، اینطوری منم یاد بدبختیام میافتم. اوف، دلم گرفته مامان. چی شده؟ ها؟ وقتی رفتم خونه علینا، زینب و کوزه تنها بودن. زینب از دیدن من خیلی ناراحت شد. حتما الانم داره فوشم میده. یعنی داشتن چیز میکردن، یعنی چیز وای چقدر بد شده. خب قبلش زنگ میزدی دیگه. چه میدونستم صبح اول صبحی دختره میره اونجا. به خاطر همینم خیلی ناراحتم. ولش کن ولش کن، از کجا باید میدونستی ها؟ سلام عزیزم. هلیا جون خوش اومدی عزیزم. مرسی، بشین اونجا. خوش اومدی عزیزم.
یه مطلبی هم هست که باید همینجا خدمتتون عرض کنم که مؤسسه ما با مؤسسه گونه تکینوغلو فرق داره. یعنی لازمه که اینو بدونین. یعنی میخواییم با برادرتون رقابت کنین؟ ما کار خودمونو میکنیم. اگه یه روزم برسه که بخوایم باهاش رقابت کنیم چه بهتر؟ یه موقع مشکلی پیش نیاد؟ نه، مشکلی به وجود نمیاد. آقا گونه رقابت دوست داره. بانو خانم کجان؟ تو سالونم، بفرمایید. گونه خیر باشه، مگه نمیخواستی پروژتو بنویسی؟ اینا رو از پست فرستادن اعصابمو داغون کردن. کی اینا رو وسط فرستاده؟ من نمیدونم کیه و از کجا فرستاده، حتی نمیدونم چرا به من فرستادن. اینا چه معنی داره بانو؟ هیچی، من نمیدونم. مامان، یکی اینا رو برای گونه‌ای فرستاده. چرا؟ منم همینو میگم، چرا؟ اینم یه روش جدیده، دارن حوادث گذشته رو مرور میکنن. شاید هم یکی از بازیای فرهاده. شاید بعد سیدی فیلم بابام خواسته شمارم یه تهدیدی بکنه. ها، درسته میگم؟ بس دیگه، مزخرف نگید. برای چی باید در مورد آتش سوزی کوچیک که چند سال پیش اتفاق افتاده این همه صحبت کنیم؟ هر کسی که اینو فرستاده مطمئنن یه دیوونه روانی بوده. اصلا شاید کسی نفرستاده باشدش. یه لحظه صبر کن ببینم منظورت چیه. خیلی ساده است. بعد از اتفاقات امروز گشتی و علیهمون یه سری چیز پیدا کردی و پوشدی اومدی اینجا. خب این براک چاتالجلی کیه؟ چرا زیر اسمش خط کشیدن؟ ها؟ چه بلایی سر این براک اومده؟ هیچی نشده. حرف زدنش خیلی خنده داره. چندین سال پیش تو قسمت خونه خدمتکارا ناگهانی آتش سوزی شد. اول خودشون میخواستن خاموش کنن، اما بعد آتش نشانی اومد. یکم صدمه دیده بودن، اما همه نجات پیدا کردن. منظور مامان اینه که کار تو نبوده ها؟ نه دیگه، داری زیاده روی میکنی گونه. اتفاقا ونوس هم همچین چیزی به من گفته بود، که تو مشکل روحی پیدا کردی و چه میتونم بعدش هم خونه رو آتیش زدی. آفرم نمیشه. منم جدی نگرفتمش، واسه اینکه ناراحتت نکنم چیزی نگفتم. چون اگه موضوعی مهمی بود مطمئنن به من میگفتی. نه؟ باورم نمیشه. اینا رو هم که فرستادن گفتم بهتره دیگه باهات صحبت کنم. باریش، پس بالاخره دختره کار خودشو کرد. ونوس همچین کاری نمیکنه. لطفا اونم صدا کنین که همه چیز روشن بشه. نیازی به این مسخره بازی ها نیست. از عمد کرده واسه این که منو ناراحت کنه. اگه واقعیت داشته باشه ونوس برای من دیگه مرده. دیگه حق نداره بیاد اینجا، شنیدی؟ چون از من خوشش نمیاد این کارو کرده. واسه این که رابطه‌مو با گونه‌ای خراب کنه این کارو کرده. دیگه نمیخوام ریخته اون دختره رو ببینم. نگران نباش، من باهاش صحبت میکنم. صبر کن، با حرف زدن چیزی درست نمیشه. رابطه‌اش رو باید قطع کنیم. بسته عزیزم، از گفتنش پشیمونم نکن. بسته دیگه. ورزش؟
چرا در اونجا را همیشه میبندی؟ واسه اینکه فوزلا سر از کارم در نیارن. منظورتو گرفتم. امیدوارم اینطور باشه. من زود میام پیشت. باشه. به همکارتونم بدین نظرشو بپرسین. اینا رو بگی پسرم. بذارشون تو ماشین. آقا سامی خیلی ممنونم. به امید دیدار. خوش اومدین. خدا نگهدار. به امید دیدار. به سلامت. تا بیاد نشده با آقا شکیبم بدین. نظر ایشون خیلی مهمه. خیالتون راحت باشه. باهاتون تماس میگیرم. من مطمئنم که نظرشون مثبته. پسندشون میشه. خوشحال شدم. خداحافظ. خدا به سلامت. خیر پیش. خداحافظ. پسر تو داستان این پیراشکی ها رو یه دفعه کجا درآوردی؟ از آسمون. اولش ترسیدم ولی خوشمزه شد. دمت گرم. فقط سایزشون رو باید کم کوچیک کنیم تا توشون خوب بپزن. حلش میکنیم، مشکلی نیست. خیلی خوب، اگه با من کاری نداری من باید برم. نه مرسی. اینا رو میبرم واسه جمره و زینب، ببینم میپسندن. باشه برو. به سلامت. مرسی. پسر بیا اینجا رو تمیز کن. پول مفت که نمیدیم بهتون. کوزه کارش تموم شد. خب به سلامتی. الان برامون پیراشکی‌های جدید میاره. خوبه، بیاره ببینم چی درست کرده. جمره دخترم، این سشوار رو درست بگی. جمره چی شد، خوششون اومد؟ راستش نمیدونم دیگه، خودت بیا نظرتو بگی. باشه. اول یکم از این بخور. خب این چه طعمیه؟ پنیریه؟ عزیزم اینو که خوردی اختراع منه. عالیه، این عالیه. این کاراملیه رو هم تست کن. خیلی خوشمزه است، واقعا خوبه. آره، اگه اونم خوششون بیاد عالی میشه دیگه. تو همه ی شعبه‌هاشون قراره اینا رو بفروشن. مطمئن نمیپسندن. عالی شدی. ایشالله همینطور باشه. راستی بابات کجاست؟ لابد رفته پیش دوستاش. آره. بایسته بایسته، افتاد تو کیسه. خب میخوای اینجا بمونیم؟ نه، منتظر تو بودم. فکر کردم میخوای قائلم بذاری. گفتم همین دورو برا باشم بهتره. نه عزیز من، چرا قالت بذارم؟ این چه حرفیه؟ بودو بریم بیرون. باشه، بذار چراغا رو خاموش کنم بیام. بس دوتا مغازه رو ببندی، من میرم یه سر پیش جمره اینا رو تست کنه. بیرون منتظرتم. کوزی میشه یه خواهشی ازت بکنم؟ بگو. کوزی لطفاً زودتر از اینجا بریم. من میخوام امروز فقط با تو باشم. لطفاً جمره رو با خودمون نبریم. ولی آخه بهش گفتیم که با هم برنامه میذاریم، قول دادیم. خب باش، زود باش حاضر شو. دارن میان اینجا بگیرش. جمره ای مامان، مگه عزیزم. نمیبینی الان میان اینجا؟ بس دیگه. عزیزم بیا یه کمکی به من بکن. مامان من با بچه هام، اگه دیر کردم حتما زنگ میزنم. جوونیه دیگه.
سب کن. چرا آنجلینا جولی شب اسکار استایلشون جوری بود؟ مردم از خنده. یه متر پاشو گرفته بود اون بر. خوب بلده چی کار کنه ها. منو تو اگه این کارو میکردی مردم ما رو مسخره میکردن. یعنی همه خوششون اومده بود؟ آره خیلی، همه ی دنیا در موردش حرف میزنن. آنجلینا جولی دیگه، هر کاری بکنه بازم ملت دوستش دارن. میریم خونه علی؟ نه بابا اونجا نریم، یکم هوا بخوریم، آخه خونه چه خبره؟ پس بریم دم ساحل. آره نظر خوبیه، یه چیزی هم میخوریم. باشه بعد میریم خونه با هم غذا درست میکنیم. عزیز من از صبح تا الان دم فر بودم، شبم باید برم آشپزی کنم. منظورم این بود که با هم یه چیزی درست میکنیم. از بیرون غذا میگیریم دیگه. یه سر بریم کلوپ سر راهمون، یه فیلمی هم بگیریم. باشه برات زورت درست میکنم، همونی که خیلی دوست داری. ناره خیلی. میز شامم تو حیات میچینی. گفتی حیات، راستش خونه علی خیلی خوبه، هوا هم که خوبه. میخوای یه کاری کنیم نریم دیگه دم ساحل؟ امروز که روز تعطیلیه، جا واسه سوزن انداختنم نیست، مطمئنم جا پیدا نمی کنیم. آره منم باهات موافقم. پس بریم خونه بتره کنی. بریم. ولی قبلش یه سوپر بریم، هیچی تو یخچالش نیست. باشه میریم. باشه فکر کردم اومدی ازم معذرت خواهی کنی، ولی بازم داری به هم توهین میکنی. ونوس لطفاً توی حاشیه نرا، فقط یه جواب بمده، به گونه ای وضعیت بانو رو توضیح دادی یا نه؟ هیچ چیز رو توضیح ندادم. ولی بهش یادآوری کردی؟ چرا گفتی آتش روزی کار بانو بوده؟ من گفتم که... گفتی نزن زیرش. نه بسه بسه بسه، خودتم بهتر میدونی، حق با مامانم بود. بسه، تحمل اینقدر بی احترامی رو دیگه ندارم. خدا رو شکر مادرت به هدفش رسید، بالاخره ما رو از هم جدا کرد. بعد از این هر چیزی از بانو رو بشه، مقصرش تو و باباتی، کاری نکن که نبخشمت. دستت هم هرز شده، بهتر حواست رو جمع کنی. گم شپاییش هیچ وقت نمی بخشمت، دوباره پشیمون نشی برگردی یا نمی بخشمت. خدای من نجب آدمیه این پسره، شراب بازکنو کجا گذاشته؟ کشوهای پایین رو نگاه کن، اینجا رو ببین، علی برگرده یخچالشو پر میبینه. آره آدم خوششانسیه دیگه. چه لزومی داشته اینقدر خرید کنیم؟ خب اینم ردیفش کردم، حالا میتونیم شروع کنیم. خب هیچ چیز دیگه ای لازم نداریم؟ میوه پوست بگیرم؟ نه نمیخواد عزیزم. آجیل چی؟ لازم نیست. اینم از این. آها یک دو سه. اینا رو تو ببر، منم گیلاسا رو میارم. شرابش یعنی حرف نداره.
آهنگ بذارم؟ آره بذار. به سلامتی. سلامتی. سلامتیمون. خب کجا بودیم؟ ببین زینب، تو واسه من خیلی با ارزشی. ممنونم. ببین اگه الان قرار باشه چیزی بینمون اتفاق بیفته، نمیتونم فراموشش کنم. میفهمی؟ یعنی من میخوام که رابطمونو جدی کنیم، ولی من الان تو شرایطش نیستم. میدونی که تو دیوونی. ببین نمیخوام بهت آسیبی برسونم، منظورمو که میفهمی. من به بابات قول دادم، خیلی دلم میخواد با تو رابطه داشته باشم، ولی بعدش من تو روی بابات چجوری نگاه کنم؟ من نمیتونم عشق تو از دلم بیرون کنم. غرورم و به خاطر عشقت زیر پا گذاشتم و منتظرت موندم. وای دیگه بریم، دق کردم. دخترا شما مغازه رو ببندین. باشه. جمر زود باش. باشه. خیلی خستم، میخوام برم خونه. جمره لطفا پالتوی منم بیار. باشه. مرسی عزیزم. دوشنبه یکم زودتر بیاین تا مشتری نیومده تمیز کنین اینجا رو. چشم خانو. اوه گاوه موزاییت. خداحافظ. خداحافظ. چی شده جمره؟ عمو حسین. سلام. زود برگشتیم. یکی از دوستام سفارش داد رفت بالا، حالش بد شد، ما مجبور شدیم زودتر برگردیم. سلام علیکم. سلام، خدا بد نده، خوبن الان؟ آره خوبه، من کلیدامو تو مغازه جا گذاشتم، اومدم وردارم، ولی زینب بسته مغازه رو که. آره اون مغازه رو بست. چیزه مگه قرار نبود تو با اونا باشی دخترم؟ زنگ زدم موبایلش هم خاموشه، کجان مگه؟ اونا رفتن همین چیزه. کجا میخواستن باشن؟ خونه علی هن دیگه، خونه علی، مگه نه جمره؟
ولی شایدم اونجا نباشن. من نمیدونم، شایدم نباشن. ما هم نمیدونیم. من یه سر برم اونجا دیگه چاره ای نیست. نه، من همین الان داشتم میرفتم همونجا. خودم میرم براتون میگیرم میارم. خیلی خب، پس بیا با این تاکسی که اینجاست بریم. با هم میریم، منم کلیدو از زینب میگیرم. نه لازم نیست، من خودم میرم اونجا میگیرم و زود برمیگردم براتون میارم. نه اینجوری که نمیشه دخترم، تو اذیت میشی. نه اما حسین اخی، این چه حرفیه؟ شما با مامانم برین خونه ما، همونجا منتظرم باشین. نه دیگه، من مزاحم مامان نمیشم. مگه غریبه این حسین آقا؟ چه مزاحمتی آخه؟ برو مامان جون، شما برین با ماشین، منم زود برمیگردم. باشه دیگه، چه کنیم؟ بفرمایین گلتن خانم. چه کاری بود کردی آخه دختر ها؟ مامان جان چی کار باید میکردم آخه؟ میذاشتم کوزایی به درد سر بیفته؟ چی بگم از دست تو؟ دست شما درد نکنه. ممنونم. چقدر تقدیم کنم؟ 300 تا داداش. بفرما. اینم 300 تا. خیلی لطف کردی. ممنونم. چقدر هوا خوب شده. دیگه دیرتر از قبل تاریک میشه. منم عاشق فصل بهارم. دوست داری؟ تو دوست داری؟ منم دوست دارم. واسه شب برنامه خاصی داشتین؟ نه بابا، شما هم چه برنامه، دلتون خوشه. بابا از صبح سرپا بودم، میخوام جلوی تلویزیون فقط لم بدم. عجب، بفرمایین لطفا. نه من مزاحمتون نمیشم، یه خورده استراحت کنی. چه مزاحمتی، تو رو خدا بفرمایین تا کلیدتون رو بیاره. من بیرون وای میستم. حسین آقا حرفا میزنین ها، بیرون وای میستین، بفرمایین تو، اونا کم کم پیداشون میشه. باشه. جونم جمره، تلفنم رو سایلنت بود، شانسی دیدم. عمو حسین زود برگشته. اه؟ کلیداشو تو مغازه جا گذاشته. داشت میومد اونجا، من جلوشو گرفتم. گفتم من دارم میرم اونجا، خودم براتون میارم. فهمیدم، باشه. مرسی خبر دادی. زینب؟ بابات کلید نداره، انگار زود برگشته. باشه من بهش گفتم جمیره، بازم ازت ممنونم. کلیده رو بده من میبرم. نمیخواد، خودم میبرم. بده دیگه، آخه چرا میخوای تا اونجا بیای؟ نمیتونستی به بابام بگی بیرونن؟ چرا گفتی اینجاییم؟ من چیزی نگفتم که مامانم از دهنش پرید. منم باور کردم. آره وایسا ببینم این چه رفتاریه میکنی؟ از قصد گفتی نه؟ خواستی امروز از دماغمون دراری؟ ببینم دیوونه، من چرا باید همچین کاری بکنم؟ والا نمیدونم. منو نگاه کن ببینم زینب، من تا اینجا آمدم که شماها رو کمک کنم. حالا کجای این کار اشکال داره؟ هر کاری میخوای بکن، من و کوزه با هم دیگه دوست دختر دوست پسریم، فهمیدی؟ نمیتونی جلومونو بگیری. ببین زینب خانم، دختر چه سفید، من تا اینجا آمدم که به شماها کمک کنم، برای اینکه بابات مچتون رو نگیره، برای اینکه یه وقت اتفاق خاصی براتون نیفته. من نمیخوام اتفاقی برای کوزه بیفته، میفهمی چی میگم؟ خودت دیدی؟ به خاطر کوزه اومدی، به خاطر کوزه. یکم به خودت بیا، ول کن یقه ما رو، بسه. دیوونه ای تو زینب. من خروباش که به کی میخواستم کمک کنم؟ Thank you.
صبح بخیر. صبح بخیر. چند روز جواب زنگامو نمیدی؟ میام دم خونتونم، مامانت به هم میگه خوابی. روک بهت میگم ازت خیلی ناراحتم. معذرت میخوام، اون روز خیلی عصبانی بودم، سر تو خالی کردم. واقعا ازت ناراحتم، خیلی دلمو شکوندی، خیلی. معلومه ازم کینه داشتی، همش از عصبانیت بود. به خدا چند روز کوزیم ندیدی، با اونم حرف نزدی. خواستم از جفتتون دور باشم، یه وقت تو دست و پاتون نباشم، که بازم از عصبانیت هر چی دلتون میخواد به من بگی. جمره، واقعا ناراحت بودم، معذرت میخوام. خیلی خوب زینب، خیلی خوب. به خدا اون حرفا رو از رو عصبانیت زدم، خیلی پشیمونم. باشه زینب، بی خیال، بس دیگه، چیزی نگو. باریش و ونوس جدا شدن. به خاطر تو نبوده که. ای بابا. باشه بابا، ببخشید. شما چطوری؟ این همه چی خوب پیش میره؟ آره، امروز با یک کمپانی جلسه داریم، قراره طرحهای منو استفاده کنن. به سلامتی. کوزیم امروز با باباش قراره با شرکت اونجا قرارداد ببنده، میدونستی؟ نمیدونستم، از کجا بدونم؟ از شیرینیا خیلی خوششون اومده. خوبه، خوشحال شدم، مبارک باشه. مرسی. میدونی آقاه برگشته چی گفته؟ گفته تو شبیه خودمی، مثل خودم، قوی و با اراده‌ای. چه خوب، شانسش برگشته بالاخره. دقیقاً، ایشالله همه چه خوب پیش بره. ایشالله. جمر، بیا آشتی کنیم دیگه، خیلی سرد داری با هم حرف میزنی، از ته دل حرف نمیزنی. بیا مثل قبل شیم. ببین زینب، من دیگه بچه نیستم، نمیشه که هی قهر و آشتی کنی. تو یکم به کاری که کردی فکر کن، بعد میفهمی. چقدر بد دل منو شکوندی دختر. اگه تونستم فراموش میکنم، اشکالی نداره، حرفی نیست. الانم اگه بگیم آشتی کردیم، حرف علکی زدیم. حق با توه. الان را میفتیم به جلسه برسیم، قرار دادو میخونیم و امضا میکنیم. از این حرفا دیگه داداش، چیز خاصی نیست. به سلامتی داداش، فقط خیلی خونسرد محکم امضا رو بزن، بعدش دیگه شانس با آت رفیق. رنگ رنگ اندونه ها رو بنداز بیاد. یکی دیگه برات بریزم؟ نمیخوام. یه دونه ای دور دونه ای، فقط با جذبه برو تو جلسه، یادت نره. پسر، واسه همون شکیب چه جذبه ای آخه. باشه داداش، خب دیگه منتظر خبرهای خوب ازت هستم. باشه، دمت گرم داداش، هر دو جلسه میام پیشت. دمت و گرم، خداحافظ. باشه، خدا به همراه، مواظب به خودت باش. باش، خداحافظ. اگه حاضری بریم. آره بریم. گونه ای از جلسه امروز خبر داره؟ به اون چه آخه، کار ما به اون ربطی نداره. چرا داد میزنی حالا؟ فقط پرسیدم دیگه. میترسم رابطه بچه ها بدتر از این بشه. الله اکبر. بعد کافی رابطمون بد هست هندان خانم. پسرت به ضرر خودش کار کرد، خودشو گم کرده، نمک نشناسه، چش سفید. عوض این که همه چیه درست کنی، داری بدترش میکنی. به تو ربطی نداره. بریم بابا، دیرمون شده. میگه همه چیو بدتر میکنی، تا
تو به جای قرقر کردنت حداقل یه مبارک باشه بهمون بگو. مبارک باشه. مرسی مرسی ماما. خدا به همراهت. پسرته میبینی آقا گونه ورود خروجمون هم کنترل میکنه. بانکه خانم هاندان تکین اغلو، تولدتون مبارک، آرزوی سلامتی براتون داریم. آی امروز روز تولدمه، خودم یادم نبود. ای بابا. هیچ وقت به فکرم نبودی. الو. تولد من مبارک. تولدت مبارک مامان جون، ایشالله 100 ساله بشی. مرسی پسرم، ایشالله در کنار هم عزیزم. والا اگه از بانک پیام نمیفرستادن منم یادم نبود تولدمه. واقعا چه چاله. گونه یه چیزی پسرم، امروز بعد از ظهر بریم دم ساحل واسه یه کادوی تولد من، منو ببری یه رستوران ها؟ مامان جون واقعا دلم میخواد ولی نمیشه. دلمم برات تنگ شده، یکم با هم درد دل میکنیم، خیلی دوست دارم ببینمت. آخه امروز خیلی کار دارم، سرم شلوغه. خب شب چی؟ امروز چهارشنبه است، بابا دیر میاد، کازایم که مطمئنن یادش نیست ها؟ شب با بانو مهمونه خارجی داریم. باشه پسرم، حالا آخر هفته یه جایی با هم دیگه میریم. باشه؟ باشه عزیزم. راستی امروز به حسابت پولم ریختم، زحمت بکش بردار، از طرف من یه کادو واسه خودت بگیر. باشه عزیزم. باشه، من دیگه وقتتو نگیرم، به کارت برس پسرم. قربونت برم، مراقب خودت باش.
این کارتو نمیبخشم. بهت گفته بودم، گفته بودم بهت.